اغتشاش اخیر حقیر و بی ارزشی که در تهران صورت گرفت، تعدادی بسیار اندک در یک تهران بزرگ 10 میلیونی جمع کردن 2-3 هزار نفر در گوشه و کنار کار سختی نیست. این یک اغتشاش حقیر و بی ارزش بود که من حقیر و شماهای احمق الان 20 روز داریم گلومونو جر میدیم، عمامه‌مونو فر میدیم، سیبیل‌هامونو قر میدیم براش. این که کار سختی نیست. سومین هدف اغتشاش حقیر روز 25 بهمن برای این بود که فتنه‌گران بگویند ما هنوز نمرده ایم. مقام عظما هم نمرده، نفس میکشه ولی نمیاد اغتشاش کنه. داستان همونه که توپش افتاد خونه مقام عظما، اومد دم بیت داد زد، گفت توپم توپم. مقام عظما در رو وا کرد، گفت منم توپ توپم، اما میام در خونتون داد و بیداد کنم بگم توپم توپم. به صراحت میگویم امروز 2 خط در کشور بیشتر نیست. به صراحت میگویم یکی خط خزانه فلاح قلعه حسن خان، یکی هم خط منه، خط خرچنگ قورباغه. به دنیا میگویی ما عمامه به سرها، ما روحانیت تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونمان حامی نظام اسلامی هستیم. به دنیا میگوییم ما تایر به سرها، ما دست تبرها، ما قر تو کمرها، ما قند اصلها، ما کمک فنرها، از تو بیت آقا میریم اون بر دنیا. بیا قربون آقا، بیا ها ها ها، بیا ها ها ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما با شریعت مدار گزارش رو دیدیم. اساسا چرا 25 بهمن و کی گرای این مقطع، این زمان مشخص رو داد؟ سران فتنه که در تمام طول فتنه فرمول بیرونی رو دنبال کرده بودن، تمام مستنداتش هست، از جمله به یکی از آخرین بخش های فرمول مشترک جین شارپ و ریچارد هلوی مراجعه کرده بودن. به قول زیف شف، استراتژیست معروف اسرائیلی، با مصاحبه با جروزالم پست هم هست، روزنامه انگلیسی زبان اسرائیلی که مقدارم از هارتس بازتره. در عملیات روانی همین فست فودی که توی سیستم غذایی هست، این عین دستورالعمل مکتوب آقای جورج سوروس هست. در ادامه حرف آقای شربت‌مداری، فتنه‌گران از دستورالعمل جورج سوروس استفاده کردن که همین دستورالعمل تو کتاب آموزش آشپزی خانم روزا منتظری هم هست. هیچی نیست. به قول گالیور، استراتژیست سرزمین لیلیپوت‌ها، این همون تاکتیکیه که توسط دکتر سوکراتس تو بازی برگشت بارسلون و آرسنال پیاده کرد. هیچی هم نیست. این همون فست فوده که حالا یه سری میخوان با کچاپ بخورنش، یه سری میگن نه زیتون پرورده باشه، که اونم هیچی نیست. ببینید واقعا چه اتفاقی افتاد. شما میگین 200 نفر اومدن، من میگم 300 نفر، نه 400 نفر، نه 500 نفر، نه 1 میلیون نفر. خودشون هم اینو نمیگن که. آخه در مقابل جمعیت 75 میلیونی اصلا چیه؟ اونم شما بیای وسط قیام اصلا یه گوشه واسه یه رابندون ایجاد کنی، بعدش هم بیای یه سطری آتیش بزنی و فیلمی بگیرین و بعدش هم فرار کنی. اصلا ببین اصلا هیچی نیست. آقای شربت‌مداری گفتن هیچی نیست. من میگم پیچی نیست. شما میگی 200 هزار نفر، من میگم 2 میلیون نفر، نه 4 میلیون نفر، نه 4 میلیارد نفر. این در برابر مقام عظمای ولایت هیچی نیست. چیکار میکنن؟
سطل آشغال آتیش میزنن، عکس مقام عظما رو جر میدن، بسیجی رو آشولاش میکنن، فردا میان صدا و سیما رو میگیرن. اینا گذراست. یه روز 25 بهمن بوده، بعدش شده 26 27 28 29 30. چرا 31 و 32 نیومدن؟ از ترسشونه. چرا؟ چون هیچی نیست. اول اسفند اومدن از ترسشون. حالا شما ببین اگه 33 اسفند اومدن، اینا گذراست، هیچی هم نیست. عوامل فریب خورده فکر میکنن میتونن باز عنصر وحدت مردم رو نشونه بگیرن و به یک شکلی در گروه‌های خیلی کوچک حد اکثر، خب اینطور که در کمیسیون ما هم گزارش دادن، حد اکثر 150 یا 200 نفر. واه واه واه، این خانم عالیا طوری از کمیسیونشون صحبت میکنن که انگار نوبرش آوردن. ندید بدید، کمیسیون ما رو ندیدی؟ پایینش ترمس، آشپزخونش اوپنه، پاشنه 5 سانتی، تازه شومینه هم داره. ما پیشمرگیم، ما فدایی ولایت فقیهیم، فدایی رهبر هستیم. خوبه خوبه خوبه، آقا اگه میدونست تو پیشمرگشی خودشو از پشت بوم بیت پرت میکرد پایین. از کی تا حالا بادمجونم جز میوه ها شده؟ باه باه باه، افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق. اگه تو فدایی آقایی، پس چرا اون موقع که تو خیابون داشت عکسشو لگد میکردن، چپاقشو چاق میکردن، چپیده بودی تو کمیسیونتون داشته کرفس تف میدادی خانوم؟ ما دولتمون باید برخواسته از مردم باشه. این شاخصه ها رو تو دولت مردمی میبینن، عزتمندی رو تو مردم میبینن، مخصوصا با پیشرفت ها در عرصه های مختلف. حالا شما نانو بگیرین، بحث فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بگیرین، بحث‌های متفاوت علمی پزشکی صنعتی و اختراعات و اکتشافات. ولی اگه از حق نگذریم، این فاطمه عالیا یه دونه حرف درست زد، همین بود. راست میگه. خب این 150 نفر 200 نفر اصلا علیه اکتشافات و اختراعات اختشاش کردن. راست راست تو خیابون راه میرفتن شعار میدادن مرگ بر ادیسون، مرگ بر کریستوف کلمب. یه شعار دیگه هم میدادن، میگفتن مبارک بن علی، نوبت ماری کوری. اینا اصلا مخالف علمن. ضمناً فاطمه خانم، اون که شما تو کمیسیونتون دارید نانو نیست، ننوی بچه است.